روز 48 تمیز کردن خانه دستور زبان نقل قول غیر مستقیم در نقل قول غیر مستقیم معمولاً از حرف ربط که استفاده می کنیم علی به سارا گفت که فردا به مسافرت می رود. سارا گفت که برایش کتاب بخوانم. گفتگو الف امروز باید خانه را تمیز کنیم. چند روز است تمیز نکرده ایم. ب بله خیلی کثیف است الف تو می توانی به من کمک کنی ب چرا من الف چون تو در کثیف کردن آن کمک کرده ای ب بسیار خوب تو میخواهی من چه کاری انجام بدهم؟ الف من میخواهم تو حمام را تمیز کنی ب خوب است آن کار آسانی است الف سینک وان و توالت را هم باید تمیز کنی ب همه این کارها را من باید انجام بدهم الف این تمام کارها نیست کارهای زیاد دیگری است که من انجام میدهم دستور زبان مصدرهای دن مصدر ستاک حال ستاک گذشته آوردن آور آورد خوردن خور خورد جمله های رایج ممکن است اینجا اردو بزنیم برای یک چادر جا دارید کجا ماهیگیری مجاز است شعر در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم سعدی کلمه روز چرب زبان چرب زبان معنی مثال او یک انسان چرب زبان است کارهای روزانه شام پختن قهوه نوشیدن صبحانه خوردن ورزش کردن به تخت خواب رفتن رفتن به مدرسه اخبار خواندن مطالعه کردن
تماشای تلویزیون، تمیز کردن خانه، ظرف شستن، لباس شستن، گفتگو. شیوا، امروز میخواهم با دوستانم به پیکنیک بروم. شادی، نه، امروز باید کارهای خانه را انجام بدهیم. شیوا، چه کاری؟ شادی، شستن ظرفها، شستن لباسها، جارو کردن. شیوا، نه، من با دوستانم قرار گذاشته ام. شادی، خب می توانی زودتر کارهای خانه را انجام بدهی تا بتوانی با دوستانت به پیکنیک بروی. اصطلاح روز: تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. معنی: کسی که کارهای خلاف کوچکی انجام می دهد در نهایت کارهای بد بزرگی انجام خواهد داد. خواندن: باغ صفوی در شهر قزوین قرار دارد. این باغ بیش از 6 هکتار وسعت دارد. باغ صفوی از سردر عالی قاپو آغاز می شود و در آخر به محوطه کاخ 40 ستون متصل می شود. در طول مسیر باغ آثار تاریخی مختلفی نیز قابل مشاهده است. محدوده اصلی باغ دارای 7 در ورودی است که فقط 1 در از آنها به نام سردر عالی قاپو به یادگار مانده است. کلمات جدید: یادگار، مسیر، آثار، مختلف، تخم مرغ، نهایت، خلاف، مجاز، آوردن، دور همی، پیکنیک، قیامت، محوطه، وسعت، اردو زدن، تاریخی، قابل مشاهده، متصل شدن، ورودی، شامل، فرهنگی، پهلوان، دردسر، خیزم، هکتار، شتر، چادر زدن، خروجی، اجتماعی، باقی ماندن، باغ، پایان یافتن،
گریختن، انتقاد، متوجه شدن.